سبب حرمان اشقیا از دو جهان که خسر دنیا و الاخره چون حکیمک اعتقادی کرده است کاسمان بیزه زمین چون زرده است گفت سائل چو بماندین خاکدان در میان این محیط آسمان همچو قندیلی معلق در هوا نی به اسفل می رود نی بر علا آن حکیمش گفت که از جذب سما از جهات شش بماندن در هوا چون ز مغناطیس قبه ریخته در میان ماند آهنی آویخته آن دگر گفت آسمان با صفا کی کشد در خود زمین تیره را بلکه دفعش می کند از شش جهات زان بماند اندر میان آصفات پس ز دفع خاطر اهل کمال چان فرعونان بماند اندر زلال پس ز دفع این جهان و آن جهان مانده اند این بیرهان بی این و آن سرکشی از بندگان ذوالجلال دان که دارند از وجود تو ملال کهربا دارند چون پیدا کنند کاه هستی تو را شیدا کنند کهربای خیش چون پنهان کنند زود تسلیم تو را طغیان کنند آنچنان که مرتبه حیوانی است کو اسیر و سغبه انسانی است مرتبه انسان به دست اولیا سغبه چون حیوان شناسش ای کیا بنده خود خواند احمد در رشاد جمله عالم را بخوان قل یا عباد عقل تو همچون شتربان تو شتر عقل تو همچون شتربان تو شتر می کشاند هر طرف در حکم مر عقل عقلند اولیا و عقلها بر مثال اشتران تا انتها اندر ایشان بنگر آخر ز اعتبار یک قلاووز است جان صد هزار چه قلاووز و چه اشتربان بیاب دیده ای کان دیده بیند آفتاب نک جهان در شب بمانده میخدوز منتظر موقوف خورشید است و روز اینت خورشیدی نهان در ذره ای شیر نر در پوستین بره ای اینت دریایی نهان در زیر کاه پا بر این که این منه پا بر این که این منه با اشتباه پا بر این که این منه با اشتباه اشتباهی و گمانی در درون رحمت حق است بهر رهنمون هر پیامبر فرد آمد در جهان فرد بود آن رهنمایش در نهان عالم کبرا به قدرت سحر کرد کرد خود را در کهین نقشی نورد ابلهانش فرد دیدند و ضعیف کی ضعیف است آن که با شه شد حریف ابلهان گفتند مردی بیش نیست وای آن کو عاقبت اندیش نیست